کارگردان عزیز برنامه با یک فوتو یک دونه عکس که اون عکس مربوط میشه به مناظره های 43 سال پیش با همون عکس مناظره ها شروع میکنیم، بعد دیگه ویدیو ها رو هر کدوم رو ماره مهرورزی کنیم نشون بدیم میریم. استاد سیروس شرفشاهی، این در پی گفتگوهایی که ما تا حالا با هم داشتیم، به ویژه هفته پیش که بهتون گفتم امروز مجلس خران خبرگان برگزار میشه که شد که در موردش صحبت میکنیم، به ویژه که بارها در همین برنامه شما من تاکید کردم و گفتم اگر رئیسی زنده بماند، چون رهبر مجتبی خامنه ای است و 40 ساله که 20 ساله که داره رهبری میکنه اون و این یک ماریونت هست خامنه ای، در این رابطه بسیار گفتیم. اما این عکس ببینید استاد سیروس شرفشاهی، نبرد و مبارزه ما برای سرنگونی یک نظام با بازی سرگرمی اینا فرق داره. یعنی کار مبارزه یک کار تشکیلاتی منسجم آگاهی بخش رزمی شورشی است. نبرد و مبارزه استاد سیروس شرفشاهی مثل یک دولت میمونه، یه دولت، یعنی همیشه نیروهای انقلابی که موفق شدن به پیروزی برسن از مانی و مزدک و با اشکانیان و پارتها و هخامنشیان و اینا که قدرت رو گرفتن، که اما علیکی نرفته هخامنشیان قدرت رو بگیره و حکومت کنه، مادها، ساسانیان، اینها یه تشکیلات بودن اولش و این تشکیلات نیرو گرفته، قدرت گرفته، مثل حسن صباح، نیروهای باطنیین که سالها لرزه بر اندام غرب و عرب میندازن در اون موقع تشکیلات بود استاد سیروس شرفشاهی، سه تا رفیق، سه تا یار، خیام، حسن صباح، خواجه نظام الملک، از کودکی تو نشابور با هم قرار میبندن که ایران رو آزاد کنن و با تشکیلات میرن جلو، کشته هم میشن هر ستاشون و موفق میشن که در مقطع ایران را آزاد کنن. و همین خاطر برنامه امشب مثل هر شب مثل همیشه ما کارمون آموزشی است، شعار و سرگرمی و بازی و اینا نیست درش. ما مدرسه ایم، ما دانشگاه ایم، ما اندیشگاه کده هستیم، درس میدیم. حالا این عکس که ملاحظه شما میفرمایید، ببینید ما از همون قدیم 43 سال پیش، یعنی یه سال خورده از انقلاب گذشته بود، وقتی که بنی صدر رئیس جمهور شد، بنی صدری که خودش از عوامل استعمار بود و هست، یادتون نره استعمار تو ایران حاکمه، استعمار عرب و استعمار غرب، و این دوتا تشکیلات بودن، استعمار غرب و عرب، روم و عرب، که از 1500 سال 100 سال پیش از اسلام با تشکیلات تا الان ترتیب ما دادن. من تو همین چند دقیقه امشب اینو باز میکنم. حالا اون موقع تا بنی صدر رئیس جمهور شد گفت آقا چرا میزنین تو سر کول هم دیگه، چون موقعی میزدن تو سر کول هم دیگه اوایل انقلاب دعوا درگیری را، خب بیا ما بحث آزاد بذاریم، مناظره بذاریم، بحث آزاد. قرار شد همه گروه ها بیان بحث آزاد بکنن، اندیشه ای، ایدئولوژیک. 14 15 نفر جمع شدن که همین افرادی هستن که اینجا میبینید، آیت الله مصباح یازدی که به درک واصل شد، آقای مسعود رجبی سازمان مجاهدین خلق، بنی صدر، دکتر عبدالکریم سروش، یارو مرتی که حداد عادل عامل استعمار انگلیس، اون عمامه به سر دیگه آقای معادی خواه اون موقع وزیر ارشاد بود که بعدا بازداشت شد به خاطر زنبازی، دخترها و هنرپیشه ها و هنرمندان رو که میگرفتن این میرفت بایشون بهشون پیشنهاد میده تا آزادشون کنه و فلان. حالا کار نداریم. اون پایین که میبینید دست راست آقای فرخ نگهداره، دقیقا هنگامی که داره اصلا بحثای آزاد میکنه که الان ایشون تشریف دارن و یکی از پایه‌های اصلی حکومت هستن، چریکای فدایی خلق ایشون. کنارش یزدان حاج حمزه است، معاون رئیس جمهور بود اون موقع، کنار دیگرش و نماینده بنی صدر بود، ایشون میخواست با ما بحث آزاد بکنه بنی صدر. کنارش آقای دکتر مهدی ممکن بود، مشاور و معاون و وزیر ارشاد اون موقع در بخشی از دولت بازرگان بود، کنارش طاهر احمدزاده، کنارش بنده هستم سیاوش اوستا، و کنار من میبینید آقای احسان طبری است، احسان طبری، نورالدین کیانوری هم بود، افراد دیگه هم بودن که دیگه عکس زیاد گذاشتن. نو احسان طبری میدونیم از تئوریسین ها، پایه‌گذاران، متفکرین و فیلسوفان کمونیسم نه تنها ایران، جهان، که اومد به اینها پیوسته. ما تشکیل جلسه دادیم استاد سیروس شرفشاهی، چند جلسه در چند ماه بعد از انقلاب سیاه بود، این تشکیل جلسه دادیم در طبقه آخر جامع جمع تلویزیون تهران
و اونجا گفته میشد که من اون موقع ببینین 20 سالم بود مثلا، اینو به شما بگم بدونید، گفته میشد که 22 سال، گفته میشد که ما میخوایم بحث آزاد بگذاریم، همه شما گروه های سیاسی، من قرار بود از اندیشه خردگرای اجتهادی دفاع بکنم. اون اندیشه خردگرای رو که اومدیم پاریس، من اسمشو گذاشتم لایسیته، همون که اینجا رایجه، لایک، از سکولاریسم با لایک فرق میکنه و از لایسیته، و من قرار بود از لایسیته، به عربی میگن علمانی، اندیشه اجتهادی نوپرداز، این من میخواستم از این دفاع بکنم، از این اندیشه در ایران که ما باید نوپرداز باشیم، اجتهادی باشیم، یعنی با زمان پیش بریم، در برابر این هم اونجا گفتیم اعلام کردیم اسلام فقاهتی حاکم. بعد دیگران در رابطه با دفاع از کمونیسم، اون یکی در دفاع از چریکای پدری خلق، اون یکی در دفاع از اندیشه بنی سعد، اون یکی حداد عادل در دفاع از اون مصباح یزدی که بعد اومد بحثا رو دنبال کرد از اسلام فقاهتی خمینی، خمینی ایشون رو گذاشته و نماینده خمینی بود. اونجا گفتن که یهو این نماینده خمینی اینا اومدن گفتن آقا ما بحث دو تیپه، یکی ایدئولوژیکی یکی سیاسی. ما گفتیم اوکی، یه بحث ایدئولوژیک میریم یه بحث سیاسی. قرار بود من بحث سیاسی رو برم، طاهر احمدزاده بحث سی ایدئولوژیک. طاهر احمدزاده که ایشون فوت کرد در 100 سالگی، چند سال پیش فوت کرد. طاهر احمدزاده اون موقع مارکسیست نبود، آزادی خواه بود، استاندار خراسان شده بود، اولین استاندار خراسان بود که خلعش کردن، اذیتش کردن، ولی ایشون یادتون باشه فرزندانش مجید و مسعود احمدزاده استادان این آقای فرخ نگهدار چریک فدایی خلق بودن، چون مجید و مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان اینها بنیانگذاران سازمان چریکای فدایی خلق وابسته به شوروی بودن و آقای طاهر احمدزاده بابا اونا بود. سرکار خانم مستوره احمدزاده دکتر است، ایشون الان تشریف دارن، نمیدونم کجای دنیا هستن، ایشون هم چریک فدایی خلق بود ولی ایشون دیگه الان سالاس فعالیت نمیکنه اینا. حالا تا بحث شروع شد استاد سیاسی شرفشاهی، درست بعد از چندی که ما شروع کردیم گفتیم خیلی عالیه که ما میایم پس مطرح میکنیم که اسلام فقاهتی چیه، دیکتاتوری دینی چیه، و یهو به هم این آخوندا مثل حداد عادل و معادی خواه یادداشت دادن و گفتن نه ما بحثای آزاد اول فقط سیاسیاش شروع میکنیم و ایدئولوژیک فعلا بحثی میکنیم میذاریم 6 ماه بعد. اینا پافشاری کردن، من به طاهر احمدزاده یادداشت دادم، بغل من نشسته بود، گفتم آقا من میرم از جلسه بیرون، اگه بخوام سیاسی باشه فقط بیان سیاسی صرف بکنن، فوش بدن با آمریکا و اسرائیل و بعد مردمم که الان احساساتی هستن و ابلهانه، ما باید ایدئولوژیکی باید بس کنیم. ایدئولوژی همین که امشب میخوام بگم، همیشه گفتم ایدئولوژیکی اندیشه اینا رو، اندیشه فاشیستی همه اینهایی که عامل سقوط محمد رضا شاه شدن و عامل شدن که رژیم بیاد، گفتم باید اینو بس کنیم. آقای احمدزاده گفت اگه تو بری بیرون منم باید میام بیرون، مثل پدر من بودی فرد محترم. من گفتم که من خیلی واز میخوام، اگر بخواین شما یه بحث میکنید ما یکی نیستیم، ما رویاتون را استاد سیر شرف شدید با مهر و یزدان باد. اون موقع نشریه من یکی از پرتیراژترین نشریات جوان در ایران بود و با مهر یزدان پاک دوستان بسیار ما در ایران موقع داشتیم، حالا خودش قصه ای داره. و من یادداشت که دادم احمدزاده، من احمدزاده بلند شدیم اومدیم، همه موندن، مجاهدین خلق، خود بنی سعد، چریکای فدایی، حزب، همه موندن. ما اومده بعد جام جم پایین از طبقه دهم بود مثل اینکه تو باغ داشتیم میرفتیم از در بریم بیرون، دیدیم پشت سر ما مجاهدین اومدن، بقیه هم اومدن، همه آقا حاج حمزه اومد اینا. گفتم چی شد شما؟ گفت خوب شد شما بلند شدین. گفتم چطور؟ گفت آقا ما رو بیرون کردن. ببینید این از اون موقع این دعوا بوده استاد سیروس شرفشاهی که ما از نظر ایدئولوژیکی، اندیشه‌ای، عقیدتی باید ترتیب اینا رو بدیم، وگرنه الان جناب آقای دکتر قرقوزرو اخبار رو گفتن، همه هم شنیدید، ولی از کنارش همه رد شدیم، همه رد شدیم. ایشون فرمودن که کشورهای اظهار همدلی کرده فلان فلان، این مهمه این قضیه، ما بدبختیم، ما استاد سیروس شرفشاری بیچاره ایم. این چهار تا آخوند شپشو و ملایی که اونجا هستن، بارها گفتم اینها اونجا کارمندان استعمار هستن، کارمندان سرمایه‌داری نوین هستن، کارمندان عرب و غرب هستن، کارمندان روم هستن، از همون زمان بنی هاشم، بنی هاشم رو که اینا ساختن
سقایت مکه را گرفتن از امیه دادن به بنی هاشم، چون امیه هوادار ایرانیا بود، با هخامنشیان کار میکرد، ایران اونجا ترک میکنه. از همون موقع اینا نوکرن، یعنی آدمی که میذارن اونجا از امامشون شما بگیر، از امامشون شما بگیر تا همین الان آیت الله هاش، اینا همه نوکر اونان. برای همینه که شما میبینین بین هم وقتی دعواشون میشه، چون دوتا جناح رو استعمار رهبری میکنه، به اینا اجازه میده با هم دعوا کنن. فوش اول آخر بدن به خامنه ای، فوش اول آخر بدن به اونور ایور، ولی یا چون مال حزب خود استعمارن و کارفرما و رئیس روحانیت نیست. روحانیت استاد سیروس شرفشاهی بارها گفتیم، با روحانیت یه تشکیلاتیه که باز همین روم رو الان انگلیس و روس هدایت میکنه. روم در ایران، انگلیس و روسه. روم و ایران و که انگلیس و روس هست، مشخصا انگلیس و روس هم همیشه با هم متحد هستن روی اهداف استعماریشون. از زمان صفویه اینا اومدن بعد از اینکه اسلام ساختن و فلان و فلان و فلان، اون یک مدتی قطع شد توش و اینا، بعد اومدن زمان صفویه نفوذ کردن تو صفویه، بردان شرقی و اینا که میدونیم، باز از اونجا ترتیب میخواستن عثمانیون بدن از ما استفاده کردن. بعد بعدن انقلاب مشروطه که شد، برای که انقلاب مشروطه رو منحرف کنن، اومدن فضل الله نوری رو که بعد پسرش میشه نورالدین کیانوری، او رو علم کردن و بعد بعد از اون با عظمت و قدرت شاهنشاهی ما رو با کی؟ با خمینی از بین بردن. پس این ایدئولوژی که ما باید استاد سیروس شرفشاهی این رو ملت ما بداند که رئیسی رو که الان میزنن میکشن، تمام استفاده هاشو استعمار و خود رژیم از این رئیسی کرده، از بقیه تا چقدر این آدماشون رو تا حالا خودشون کشتن، رئیسی رو خود اینا کشتن. همونطور که استاد سیروس شرفشاهی عزیزم با دکتر قرقوزلو گفت و همه هم الان میدونن، این رئیسی رو خود اینا زدن. چون رئیسی ما با تو برنامه شما بارها گفتیم، هفته پیش اصلا تاکید کردیم، گفتیم اگر زنده بماند رئیسی، دو تا نامزد آخر برنامه هفته پیش، یکیش رئیسیه یکیش مشتبه، ولی مشتبه میبره. حالا رئیسی چون اومده بود، الان چرا همین که آقای قرقوزلو گفتن، من باز بگم استاد سیروس شرفشاهی، 10 تا کشور عزای عمومی برای رئیسی، کسی که جنایتکار بوده، هزاران ایرانی رو اعدام کرده و چی کرده، 10 تا کشور تو دنیا اعلام عزای عمومی کردن براش. از هند بگیر تا تاجیکستان، تا عراق، تا یمن، تا لبنان، تا ترکیه، تا 10 تا کشور. من امشب پیش از این که بیام رو برنامه شما، رفتم جمعیت این 10 تا کشور رو جمع زدم ببینم چند نفر میشن این کشورها. 1,900,000 نفر، 1,900,000 نفر داره رژیم رو تایید میکنه اینجوری رهبران کشورهاشون. از اون طرف به جز اسرائیل، هفته پیش باز به شما گفتم، 2 ماه پیش باز گفتم، تنها کشوری که خواهان نابودی جمهوری اسلامی است اسرائیل، بقیه همه چیتو بده. حتی آمریکا، آقای شرفشاهی، آمریکا تسلیت گفت به جمهوری اسلامی. بعد از اینکه تسلیت گفت، این گویندهش، این همین سخنگوش، اومد یه 10 دقیقه فلسفه بافی کرد آقای بایدن رو، که آره ما میدونیم این جنایت قاضی فلان بوده، این فلان بوده، بسیار که ولی ما دیپلماسی داریم فلان، ولی تسلیت میگه این طالب بی سابقه است تو 44 سال جمهوری اسلامی. چرا؟ چون رئیسی مأموریتی که داشت، مأموریت نظم نوین جهانی، بازی موازنه‌وار با همه است، اونه که خود شخص خامنه‌ای رو نمیخواد. شخص خامنه‌ای فقط میخواد تو کمپ بریکس بمونه و دلش میخواد تو کمپ روسیه و چین و همین طرفی بمونه، نمیخواد خامنه‌ای بیاد دیور، چون خامنه‌ای یک آموزش یافته دیرین مارکسیست است، اتحاد جماهیر شوروی است. من خامنه‌ای رو خوب میشناسم، من خامنه‌ای زمان محمد رضا شاه از دفتر من رد میشد وقتی میرفت مسجدش و به خونش میرفت. استاد سیروس شرفشاهی، ایشون مجاهد خلق بود، چریک فدای خلق بود، افتخار میکرد اون موقع رفیق علی شریعتی بود، افتخار میکرد که مارکسیستا رو کاراشون تبلیغ بکنه، پخش بکنه. خب حالا اینها زدن یه بابا رئیسی چون اومده بود میخواست رهبر بشه، میخواست همه تاییدش میکنن رو، درست همون روزی که مجلس خبرگان داره تشکیل میشه جدیدش که من از هفته پیش شما عرض کردم، میشه همون روز این ترتیب میدن که دیگه راه کاملا باز میشه.
ما چند تا فیلم داریم، یکی از این فیلم ها مربوط میشه به نوه‌های علی خامنه ای که میان تو نماز جمعهش رقاصی میکنن، بچه های کوچولویی که الان بزرگ شدن، الان این بچه ها بزرگ، بچه های مشتبه هستن، بچه های بشرا دخترش هستن و بچه هاش. شما بینید نوه های خودش این اجازه رو دارن که 10 سال پیش، اینی که میبینید مال 10 سال پیش ما پخش کردیم تو برنامه خودمون از تلویزیون پارس. در این ویدیو ما میبینیم، بله همین ویدیو درست همین، در این ویدیو ما میبینیم استاد سیرس شرفشایی که بچه ایرانی که یک لاخ موش میاد بیرون توی فلان دانشگاه مدرسه کسی نمیره نماز جماعت بخونه، توبیخش میکنن، حقوقش قطع میکنن. ما ببینیم تو نماز جمعه به امامت شخص علی خامنه ای بچه بازی میشه، بچه ها نواش میان جلوش میرقصن، بازی میکنن، مسخره بازی میکنن و هیچ کسی هیچ چیزی میگه. یعنی دین برای اینا بهانه است. مردم اینو دارم به شما میگم که بفهمین دین و نماز اینا برای اینا بهانه است. بعد استاد سیاس شرفشایی بعد از این پیام امروز خامنه ای رو میبینیم که پیامم خیلی مهمه، میبینیم این فیلمو برمیگردیم در خدمتتون هستم. مات المستضعفين امير المؤمنين وسيدة نساء العالمين والحسن والحسين در مقابل ایران با هدف این که ایران رو با هدف این که ایران رو با هدف این که ایران رو محافظت امنیت فلان فلان، با خود علی خامنه‌ای دستی بچه ها رو میگیره با اون تیپ، بچه های ما باید برم تو سطل آشغال غذا و ساندویچ و ته نوشابه جمع کنن بخورن، مال بچه های سرزمین ایران آریایی 7000 ساله. وقتی نوار دلدر به نهاده جیم پشکر boş kalmasın kadehim doldur be meyhan. خب استاد سیر شرفشه میبینیم بچه هاش یغل دغل بازی میکنن اونجا که نشستن با باباشون، اونم داره نماز جمعه میخونه، بعد هم میان جلوش میرخصن و بازی میکنن، باز داره نماز میخونه. مردم این همه مسخره مسخره بازی است برای که سر شما رو گرم کنن. شما باید به نسل نوین و نسل جوان ایران آریایی بپیوندید که اینها بعدا یه فیلمی داریم رو نشون میدیم بعد از این مال شاهزاده رضا پهلوی. استاد سیرس شرفشایی این پیامیه که امروز روش حرف میزنم، این صدا نداره، این ویدیو من روش حرف میزنم، میشه کارگردان عزیز برنامه جاب شهرت پخشش کنین من روش حرف میزنم. این پیام امروزی که خامنه ای داده به مجلس خبرگان که تشکیل شده، این پیام 33 خطه، 33 خط. در تمام این 33 خط یک کلمه از رئیسی که کشته شده، از عبدالله وزیر کشورش، از آلا هاشم، از اونجا نمیگه. اون خط آخر آخر که میرسه در نیم خط میگه ولی یاد رئیسی هم بخیر که کشته شد، اینا در نیم خط اون رو میره نیم خط. اون این یعنی چه؟ و یا این که مثلا استاد سیرس شرفشایی خامنه‌ای همون روزی که اتفاق افتاد، روزی که اتفاق افتاد چیکار کرد؟ همون روز پریروز گفت که آیه هیچ ای ها ای عکس هم ببینید، این مشتباس آخرین عکسشه، الان دیگه الان امشب داره عشق میکنه چون 100% ایشون رهبر شد. 20 سال البته داره رهبری میکنه، 20 سالی داره ایران میگردونه، یک نفرم هست اسمشو نمیاره، یک پاسدار، یک فرمان، این آقای شرفشایی عکس برای شماست. ببینید مجلس خبرگان امروزه همه سیاه پوشیدن، فقط چون احمدی نژاد به حرف شما کرده میگفتین در عزا سفید بپوش، تنها کسی که سفید پوشیده بین همه اونا احمدی نژاد پیرهن سفید پوشیده تو مجلس خبرگان امروز، این مال امروزه، همه سیاه پوش شدن. این از قرار معلوم استاد سیاس شرفشایی احمدی نژاد برنامه شما رو میبینه، یعنی میبینین اینجا سفید پوشیده. حالا سید احمد سید مجتبی خمینی استاد سیاس شرفشایی این توی 20 سال 22-23 سال 20,000 تا شاگرد داشته، درس میده، درس فقهی میده، درس میده، از همون روز باباش گفت آدم تربیت کرده،
این بعضی که میبینین میان خارج داخل زر میزنن زر اضافی، اینها استاد سیاسی شربشوی فرستادگان خود رژیم هن. چرا؟ چون میاد آیه قرآن یارو میخونه، یارو اصلا آخوند بوده، میاد آقا ما مخالف هستیم، بعد ازش وقتی میپرسه میبینه از اصلاح طلبا داره دفاع میکنه. ما نباید گول بخوریم، به حرف رضا پهلوی باید گوش کنیم. رضا پهلوی چی میگه؟ همین ویدیو رو ببینید، میگه فرقه تبهکار اشغالی. فرقه تبهکار اشغالی، فرقه یعنی دین، فرقه یعنی مذهب، یعنی اسلام، دین تازی، هم تبهکار هم اشغالگره. من ترجمه میکنم چون خیلی تو همین الان این حرفای پرنس رضا رو گوش کردن نفهمیدن این داره چی میگه. میگه وقتی میگه فرقه تبهکار، فرقه در فرهنگ لغت یعنی دین، میگن فرقه شیعی، فرقه سنی، فرقه فلان. بعد چیز دیگه که میگه رضا، میگه استقلال، اتحاد، همبستگی و همصدایی. وقتی که ایران میگه یعنی چی؟ خیلی کوتاهی سی سنه، یعنی شما تا متحد نشید مردم، تا همبسته نشید مردم و تا نیاد خود اسلام فرقه تبهکار رو نزنید، کار جلو نمیره. رمز پیروزی اینه. این چند ثانیه از همین ویدیو میبینیم کارگردان عزیز. در این لحظات سرنوشت‌ساز تاریخ کشور ما، مهمترین مسئله استمرار، اتحاد و همبستگی و همصدایی است. این فرقه تبهکار اشغالگر را نهایتاً دقت میکنید، فرقه تبهکار اشغالگر. شما ببینید حرفای پرنس رضا رو مطرح کنید، داره علناً کسی که سابقه بر این میگفت که اسلام، وقتی فریده خانم زنده بود، فریده خانم مادر بزرگش بچه ها رو مذهبی میخواست نگه بداره. شهبانو باز اخیراً پیام دیگه ازشون منتشر شده که میگه این مادر من اینقدر منو لباس خوب که پوشیده بودم میگفت خانم این لباس ها رو نپوش، نخندی، میگه خود شهبانو میگه، من نیست شهبانو، میگه اینقدر چه کرده بودی که من میخواستم پتک بزنم به سرم. خب رضا پهلوی هم وقتی که مادر بزرگش فریده خانم زنده بود، چون از رهبران سادات تازی بود، از رهبران فرقه اشغالگر بود فریده خانم، همونا بودن که توبه نامه رو دادن به شاهنشاه خوند، همونا بودن که سخنان شاهنشاه رو در تلویزیون ممنوع کرده بودن، پخش نمی‌کردن که مردم بشناسن که محمد رضا شاه ضد استعماره، ضد بیگانه است، میهن پرسته. خب حالا این فیلم دیگه استاد شرفشاهی نشون میده که 100% نشون میده که از ساعت 3:30 بعد از ظهر پریروز اینا فهمیده بودن که هلیکوپتر افتاده. اینا که مدعی میشن میرن تا اسرائیل رو بمب بزنن و لامسا و و و و در زونی 10 کیلومتری بچه‌هاشون، یعنی بچه‌های موتور سوار توی جنگل توی کوه با موتور میرن پیدا میکنن اینا رو، پیدا میکنن. یک ویدیو دیگه هم داریم که دیگه وقتی نیست میشه پخش کنم، که یارو خود معاون رئیس جمهور میگه آقا تا ساعت 3:30 بعد از ظهر ما به مدت 2 ساعت با اینا در تماس تلفنی بودیم، عمدن نمیرن اینا رو بردارن چون زنده بودن هنوز که بمیرن. وقتی که میمیرن میرن. ولی موتور سوار هم خیلی مهمه، گوش کنین فیلم ها، میگه ما یه فیلم گرفتیم، فیلماش هم مطمئن باشین نمیذارن پخش بشه. این ببینیم با هم بالا با ماشین بردن تبدیل. ما سه نفر در ما. شما اول نفر که بودید سر اون سایه بالا؟ بله بله، اول نفر بودید که رسیدیم جمعه بالگرد. این اتوریشون بدید که واقعا وضعیتی که اینا رسیدن تا اونجا وضعیتش خیلی نابسامانه. کوهستانی از ساعت 10 تا 10 تا الان ما خوب رسیدی بالا سر پیکرا هنج و چیر فنگ کردی صبح ما رسیدیم سر لاشیه. چی دیدید اونجا؟ اونجا هواپیما فریکیده بود، هلیکوپتر، هلیکوپتر کلا فریکیده بود، بعدا همه چی سوخته، آل هاشم قائم بود، آیه رئیس جمهور و امین عبدالله با هم استانداری یکم از نو پایین کرد. فیلمش هم هست. آن فیلمشی گرفتی شما رو خود بجردی؟ گرفتیم آره فیلمش هم گرفتیم به اطلاع. حالا باید فیلمشو نمیدیم بدراله. باش حالا چشم فیلم شما داب طلبانه اومدی؟ بله ما داب طلبانه از طرف درشمونی
و آقا رحیم که رفتن. من شغل شریف تو چیه؟ ما خودمون موتور سوار هستیم. موتور سوار هستیم. موتور سوار هستیم. جز نیروهای مردمی مردم اینجا هستیم. علی اینجا یه تبریز هستیم. مردم اینجا رفیقام داشتیم دیگه. الان اومدیم. ما از تبریز اومدیم. کدوم روستا؟ استاد چرفشه میبینید این خیلی واضح داره میگه که اینا از 4-5 بعد از ظهر اونجا بودن، رسیدن اونجا 12 ساعت بیچاره اونجا وایستادن، ولی خب دیر رسیده بودن. این جمهوری اسلامی که اینقدر مدعی است که تکنولوژی جهان، موشک، پهپاد، توپ رو به روسیه میفروشه، ببینید همه الکی است به خاطری که سر شما مردم بنگان، چون یارو رو کشتن، همشون رو با هم کشتن و میخوان اینا بمیرن تا بعد بهشون برسن. از اروپا، از روسیه، از ترکیه، از آذربایجان کمک رسما درخواست کردن. بعد خیلی جالب شد، چون وقتی که این هواپیماها و پهپادهای بیگانه وارد شد، ببیشه ترکیه اولین کسی بود که اینا رو پیدا کرد، محل رو فلان، که اینا خودشون از قبل اصلا میدونستن. و یارو رادار داره، این هلیکوپتر رو شاه خریده بود، حالا نمیشد اینجا پخش کنم. این هلیکوپترها رو استاد سیروس شرفشاهی محمد رضا شاه خریده بود و این هلیکوپترها رو خودش رانندگی میکرد. وقتی که جایی میخواست بره، این هلیکوپتر مخصوص خودش بود، خودش میشست، این خلبانش خودش بود و از نظر ایمنی پرفکت همه چیز داشته. اینا حتی میدونستن کجا افتاده، کی افتاده، حتی فیلم افتادنش هم داریم، باز نمیشونن پخش کنیم، رو سایت مهتیوی ما هست برن ببینن. یه فیلم برای من از امریکا فرستادن، گفتن این ترامپ پخش کرده، این فیلمیش که با ماهواره گرفته شده که پرت شدن نشون میده. ما زود پخش کردیم، هم گفتیم ترامپ میگه با ماهواره گرفته شده. بعد بچه‌های متخصص به من گفتن این با ماهواره گرفته نشده، این زاویه اینجوریه، یعنی هوایی نیست، از پایین گرفته شده، یه هلیکوپتر نشون میده. اون همونایی که با تیربار، با موشک، با هرچی هلیکوپتر زدن، همونا هم این فیلمو گرفتن، چون زاویه یکیه. حالا فیلم اونم چند دقیقه است، دوستان میتونن برن تو مهدوی ببینن یا تو برنامه فردای خود من که تلویزیون پارس پخش میشه مفصل‌تر اینا رو پخش کن، تو توی برنامه کم بود نمیشه پخش کنی. یعنی استاد سیروسی شرفشه این میخوام بگم، این نظام تبهکار، این فرقه تبهکار که همشون کارمندن، اینا از دم همشون کارمندن، رهبر و محبر و اینا همه همونی که گورگ سایروس چندین سال پیش به من گفت من خیار میذارم، بادنجون میذارم، رهبری میکنه. الان اکثر کسایی که در جهان میگن رهبر اصلا وجود ندارن، از همون آمریکای شما جناب آقای جو بایدن گرفته تا امیرالمومنین افغانستان هبت الله، تا خود جمهوری اسلامی، تا این یحیی سینیوره. یحیی سینیوره هم کشته شده استاد سیروس شرفشاهی. اینها بدل سازی همه. الان دیگه ماسک و پاسک اینا رو ما سالها پیش تو پخش کردیم، سالها پیش نشون دادم، سالها پیش استاد شرفشاهی، نه الان من پخش کردم که چی جور ساختن و اینا همه جریاته و این استعمار نو هست که اینا رو میگردونه و اینا همه کارمندن. حالا نکته پایانی سخن من اینه مهربان یاران، ما اگر میخوایم آزاد میشه بازی باید بکنیم، سرگرمی بکنیم، هر کدوم دلمون میخواد بکنیم، ولی تشکیلاتی باید مبارزه کنیم. الان حزب جمهوری خواهان، همبستگی حزب جمهوری خواهان رو دکتر کمال جعفری که یکی از اعضای همین دولت موقتی است که من معرفی کردم، که همین شما میشناسیدش، همین زندانی سیاسی که هفته پیش ایشون اعلام کرده، اوکی، همین جمهوری خواه باید من اونجا متحد بشن، سوسیالیست ها همه باید برن یه جایی متحد بشن توی که هست. بعد هواداران شهریاری ایران باید متحد بشین توی یک حزب، همه تون باید یک صدا باشین، همه تون باید پشت سر رهبرتون باشین. سه تا حزب باید باشه قوی، این سه تا حزب بیاد، جهان از اینا حمایت میکنه از همه نظر و میشه کاری کرد. و یادتون نره به هیچ عنوان نباید گولی آدمایی که نوکر رژیمن، 40 سال یارو برای رژیم خدمت کرده، حالا میاد خارج. خیلی محترم، من مراتب دوستشون دارم، با ایشون آشنا هستم، مثلا یکیشون اصلا تفلک هستم، قدیم مخالف بود، روزنامه‌هاش بستن فلان، ولی نه مسلمونن. یارو داره الان با شما صحبت میکنه، آقای شرفشاهی، یا با شما نه، با رفقامون، آیه قرآن میخونه. خب آیه قرآنی که این میخونه، که من قرآن رو خیلی خوب میشناسم، با آیه قرآنی که قاضی صلواتی میخونه اعدام میکنه چه فرقی داره؟ او آیه قرآن میخونه که سر ببره، این آیه قرآن میخونه که بچه ها رو نگه داره که یک ساله سر ببرن. ما اسلام سیاسی نداریم،
دین باید تو قلب شما باشه، دین تو دل شما باید باشه. بعد یارو آیت الله نمیاد بگه، یارو سید اولاد پیغمبر نمیاد بگه. سید اولاد پیغمبر که جالب های شرفت ایران بگم، خبر رسمی تلویزیون جمهوری اسلامی اینا هم داریم، نمیشه بخش کنیم، وقت نیست. یک کارشناس آورده که در مورد رئیسی اینا صحبت میکنه، میگه سید اولاد پیغمبر سید اولاد پیغمبر رو آنتن میگه. بابا مردم ایران استاد سیر و شرف شایی زندن بیدارن، از نسل جوان باید پشتیبانی بشه. پیرپاتالا، من چرا همیشه از شهبانوی عزیزم که خیلی دوستش دارم فاکت میارم، چون پدر من میگفت همیشه وقتی سخن میگی از بالا بگو، میخوای کسی رو بزنی خدا رو بزن، پیغمبرشو، دینشو، این مردم رو پایین ول کن اینا رو. حالا وقتی شهبانوی عزیزم پس از سالها، شاهزاده رضا پهلوی، پرنس رضا پهلوی پس از سالها که دیگه مادر بزرگ نیست، نیق بزنه بهش که دینی باشه، اسم بچته بذار نور، اسم رو بذار ایمان، این کارو بکن، اون کارو نکن، میاد شجاعانه در میدان میگه فرقه تبهکار اشغالگر. یعنی اینا هم دینشون، دین تازی اشغالگر، همونی که شما میگوتین این یه موقعیشون مخالف بوده. ما آریایی هستیم، آریایی در اندیشه. در اسرائیل هزاران هزار آدم اسمش آریان و آریا و آریایی است و یهود هم از قوم آریاست. این مزخرفات هیتلری کسی نخواد دوباره بیاد بگه. فقط تازیان همین فرقه تبهکاری که تو ایران تبلیغات منفی علیه آریایی کرده. خب ما آریایی هستیم، تازی نمیپرستیم. تازی که میگم یه عربای تو کوچه و خیابون اینا، نه، همه رفیقای مان، ما دوستشون داریم با مردم. تازی نمیپرستیم یعنی ما سیدای اولاد پیغمبر شما رو که خودتون تو تلویزیون میگین خودشون گفتن های شرف شهید اولاد پیغمبر، ما اونا رو نمیپرستیم. ما کوروش داریم، داریوش داریم. من حالا یه فیلمی هست احمد شاملو، چون احمدم سید بود، الان خیلی ناراحت میشن چون ابلهن خیلی ها. آقا احمد شاملو هم سیده، میاد میگه پادشاهان ایران همه جنایتکار و دزد و فلانن. خب اینا همه با تشکیلات بزرگ میشن. ابراهیم گلستان سید، میاد عکس خمینی رو میزنه پشت سرش، باش مصاحبه میکنه، بعد میگه بابا بزرگ منه. اوایل انقلاب، مردم روشن باشین، تشکیلات داره شما رو دخلتون میاره. شما تشکیلاتی از جوانان پیروی کنید. که کیان عزیزم چی گفت؟ از چی متنفر بود؟ مجید رضا رهنوردم چی گفت؟ دنبال اونا باشین، گفت شادی کنین. آقای شرف شهی، من اینو به شما بگم، بدین شوخی نداریم که شما زمان محمد رضا شاه شخصیتایی بودید که در میدان فعالیت‌های مطبوعاتی برجسته بودید. یک جا شما در زمان شاهنشاه دیده بودید که سر گوری کسی برن دایره بزنن، شراب بخورن، وجود نداشت. اینها رو ما از 40 خورده سال پیش مد کردیم و با مهر یزدان الان همگیر شد. نسل نو و جوان پذیرفته، روسری سوزان رو نسل نو جوان پذیرفته. ولی چرا یک عده نمیان صحبت کنن؟ چرا یک عده نمیان حرفش بزنن؟ چون همون اربابان روحانیت در ایران. ما باید روحانیت رو تماما، ما آخوند خوب نداریم، آخوند خوب بازداشت بشه نداریم، چون اینا رو انگلیس ها ساختن، لباسشون بیگانه است، تشکیلاتشون انگلیسی، انگلیس اینا رو ساخته. من گفتم خیلی از این رهبرانشون مردن، ختنه نشده بودن، بردن اینا رو، گفتم میخوایم ببریم نجف دفن کنیم، از جمله آیت الله بنی صدر، بابای ابوالحسن بنی صدر، از جمله همین پریروز آیت الله، صافی گلپایگانی. این گفت بودم برین اینا رو عراق دفن کنیم. نه، اینا چون مال اون امپراتوری جهانی هستن، اینا رو ببرن یه جایی که دیگه نمیخوام بگم، اونجا میبرن دفن میکنن. حتی اینا وقتی میمیرن نمیخوان تو سرزمین باشن، نه برای اینکه ختنه نیستن. رضا شاه چرا با اینا درگیر شد؟ چون دید یک آخوندی رو دفن نمیکنن تا فلانی بیاد، رفتن دیدن ختنه نیست، رضا شاه عوض شد. رضا شاه عوض شد. سپاسگزار از مهمانانی که با ما بودن، به ویژه از کارگردان برنامه های شرف شهید سپاسگزارم. و خلاصی به پایان برنامه از قرار معلوم رسید. مطالبی که بیان کردین فرصت واقعی نداشت که در حال بگیم رئیسی رو به چه علتی کشتن. آیا این خبر که امریکا و انگلیس ناراحت بودن که به روسیه بسیار نزدیک شده علت اصلی بوده یا نه؟ به هر حال فرصتی واقعی درسته، چون ایشون با امریکا توافقاتی کرده بود
با آمریکا از طریق عمان در تماس بود رئیسی صحبت میگن، امریکایی ازش خیلی راضی بودن و قرار بود وقتی که رهبر میشه همه چیز رو اتفاق کنه با آمریکا و روسیه موازی برخورد کنه. این دیپلماسی رو خود آمریکایی‌ها استاد سیروس شرفشاهی اسمش گذاشته بودن دیپلماسی موازی رئیسی، یعنی رئیسی میخواست با روس و انگلیس با آمریکا و روس و انگلیس یه جور برخورد کنه، برای همین کشتنش دیگه. بله بسیار سپاسگزارم. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. بینندگان عزیز برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قرقزدو، سیاوش عبستا با شما خداحافظی میکنیم و آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه سپاسگزاریم که به حال یک ساعتی رو ما در خدمت تلویزیون فارس بودیم و مطالب رو در حال بازتاب دادن. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.